سال پیش استارت زدم کنم و یه جفت گشمامه که بوی خاک میده، دو تکت ساکسار ما رو به دوش کشیده، توی سطح خیابون رو کرده ما رو بالا پایی، میمیری میمونی رو دست اگه با ما باشی هایی. برای حسین خط فکشن کاملا یکی دلیل زدن یک کمپانی اسم کاغذ رد رس پشت زدن که جای خالی کمه تو درز فکران دست به دست مالی بده. حرفا دلمون حرفا که بعد مردم بزنیم و داریم میزنیم، با چالش های فرد کار داریم تو چالش های اجتماع. چالش های فردی رو ترجیح میدم راجع به صحبت کنم. امیدوارم میخوام دشمنو پشت در و بسمون من آقا وارد از دو دو خوب بسمونم داره سر تو با خود گلو واسه دو دو دمه آره خوردم زمین ولی پا شدم یه اول یه صحنه ساده میسازم، از اتفاق از اون لحظه هم بعد عمیق ترش میکنم. من دیگه خورده چون واقعیه ترجیح میدم که چیزی رو دروغ ننویسم. هنوزم که میبینی سر پا من مرد شدم واسه خودم سر پا من. حداقل تو هر خانواده یک نفر هست که متاسفانه درگیر مواد مخدر باشه. خب و ما هیچ وقت تبلیغاتشو نکردیم، ما همیشه داریم حالتی میگیم که آقا این حال و روز بعدشه، یعنی یه آدمی که حالا این مشکلات هم داره تو زندگیش، این تیکه هم میاد بهش اضافه میشه، این قضیه هم بهش اضافه میشه، خلافش هم میاد بهش اضافه میشه و مشکل ساز میشه براش. خب ما از دیدگاه همون درصدایی از اجتماع داریم میگیم که شاید خیلی ها نقضشون رو هم میکنن و خیلی دارن تمسخرشون میگن، نه چیز ضد خلافی دارم میگم نه چیز موافق با خلافی دارم میگم، از دیدگاه همچه آدمی دارم. روزا یکی یکی گذشت، ما مردوار اومدیم و یاد گرفتیم که به زخما رو ندیم، دل و زدیم به آب و شدیم یه بی نقاب که تنی به کاخ نمیده حتی شدی یه با ما قیمتی نبودیم و نیستیم داداش، معرفت داریم که نیست و فالاش. من صلح تو کل جهان پیشرفت میدونم، صلح یعنی پیشرفت. هر وقت به مرحله صلح کسی برسه، یه گروهی بتونن تشکیل بشن، یه چیزی رو مطمئنا میتونن به برنش باشن. ایران توی کردم یه رنگ نیست، دو کلم چون ایرانو باید از تو خودمون ساخت، از ایرانی باید ساخت، از شخصیت ایرانی باید ساخت. ترک صبح خیلی ایران ترکی بود که اولش داشت یه فردی مثل صادق داشت با ایران حرف میزد و ایران داشت جوابشو میداد، تو ورسه توش تو قسمت تو هم آهنگ داشت جوابشو میداد. باری کلا باری کم لات باری کم بار زدی که خورده باشی چوبه باری جفا یک خودت باشی خوبه هم من صادقم هم. جز خودم هم با همه صادق غربت یعنی این دیگه، غربت یعنی این شهر، یعنی آدمایی که زبونشون با تو یکی نی، فرهنگشون با تو یکی نی، مثل تو نیستن، مجبوری بینشون باشی. ولی خب تعامل میکنی یا جیبی وقتی چاره نباشه دیگه تعامل میکنی، ولی غربت یعنی همین، غربت اینی که میبینی نه آجی هیچ جای دنیا نسبت به ایران خوب نیست. ایران اگه اون یه دونه داستانی که همه میدونن حل شه توش، هیچ کسی خارج از ایران نمیمونه، مطمئن باش. سرسبز و تازه بود این خودم، یعنی جوش داره خوش میشه بازه این خودم. صبح غیری رو شناختی همون صادقم، همون کودکی که میدویدش رو به فردا، همون فابریک خودت ساخته وطنم، ببین جنس همسایت چی ساخته حتنم. فیخیا تو که سرت گرمه به سیاست دورت، به دولت مردت کجایی و بابا همه ازت میترسن، نه صدق سریت به میگن تروریست رسمه. یادت ماما قصه میگفت ته قصه همیشه آقا گرگه میمون، میگفت خدا دوست داره و همیشه باته، هر جای مینی بوس فرشته دنبال راته. مامان رفتم و گرگه اینجاز خدا دوستمون نداشت اطف تو این شانس. آره چرا کاملا قبول دارم سنگین، چون ترجیح میدم سنگین باشه، چون ترجیح میدم که شنونده هم یه سری آدمی باشن که فکر میکنن، یه سری آدمی که از لحاظ مغزی و دیدگاهی با سواد باشه، با شعور باشه. این چی میگم؟ ترجیح میدم عده بیشتری از
کسی که فکر میکنم تو دستم باشه یا با هم وقتی صحبت میکنم بفهمم. جالب ترین سوالی که همه پرسیدن آهنگاتو برام میفرستی؟ قشنگ ترین جمله که شنیدم، یه جمله قشنگ رو شنیدم. خب یک کیلو باش ولی آدم باشه تا و پر حرف یه چیزی باید باز گفتنش فکر تو تنهایی هم فقط فکر. شعرها رو آراج خودم بنویسم ولی خب چقدر طول میکشه که بنویسم؟ بستگی داره، شده یه کار رو تو یه ماه نوشتم، تکرار رو من یه ماه طول کشید بنویسم ولی خب مثلا اعتراف حس لحظه‌ام بود، شاید تو دو سه روز نوشتم. کاغذ نجی، من تمام زندگیمو نگاه کنی همه جای خونم کاغذ حسینم هم بود چون بیس و پایه هر چیزی رو کاغذ انجام میشه. با حسین فکرامو باشیم رو هم یه اسم قبلا ساخته بود اسم کاغذ حسین، ما اومدیم پروبالش دادیم دیگه. من با حسین خب توی مدت که با هم بودیم ما بیشتر مثل داداش بودیم، یعنی بحث رفاقتمون خیلی سنگین بود، اما خارجش بحث کاریمون بود که همیشه با هم میکردیم. آره کاملا هم راضی هم از این که دارم با این هم کار میکنم، به دلیل اینکه یادم خیلی حرفه‌ایه تو سبک خودش من مردم یا زندم دقیق نمیدونم، یه زمین خورده خاکی از دنیا به دورم، بیخی زندگی شدم که پر پیچ و خمه، رسیدم تهش کشیدم بیرون کل زیر و پمش، اونقه بالا هم که نمیتونم حرفی بزنم، اونقه میکشم تا بمیرم و دل نمیکنم، گوش نشد به تنم اون که تا حالا خوردم، باختم همونهاییم که تا حالا بردم. ببین قانونش، فرصتاتو پشت سر میذاری، اون وقتی که تو رویاهات داری چشماتو میمالی، ولش کن بابا بذار یه بارم دنیا ببر، قبل این که یکی دو سه تا گلون بزن، حسرت جفا هم واسه صاف واسدادم. ببین چیه با وجدان خودم داستان دارم، این رسم روزگارم مثل تن مارم، میبیچه دور دو دست و زندگیت ادامه داره. اعتراف صادقه وقتی که پر میشه یه فسر واقعیت ها بود که دیده بودم، یه حسایی بود که بشه دیدنی نبود، آخه حسایی بود که رسیده بودم سنگین. یه نفر بود که کاملا بریده بود، یه نفر بود که به ته خط رسیده بودم و نبرید، ولی مردمی مشهور در این شناسان کاری من بیشتر از اون چیزی که من فکر میکردم جواب داد. جوف کفش دیدگاه صادق تو اجتماع بود، بره یه سری آدم ها بود، یه سری از آدم هایی که خب نرمال نبودن. شوارد پای تنهایی دقیقا خط فکری هایی من رو حسین بود، یعنی حرف هایی که دوستشون اون موقع بزن، مثلا اسمش هم من بود شوارد پای تنهایی، سترک هم اسمش این بود. تکرار حاجی هدف این بود که بگم که برای همه عیده، شاید برای خیلی ها توی اجتماع الان عید نباشه، سال نو نباشه، و من کار دقیقا سر سال نو پخش کردم، یه صبح دیگه بود، یه سال دیگه بود، یه تکرار دیگه بود. این تا نبینی یه چیزی رو لمس نکنی نمیتونی خوب بنویسی. من چون دارم راجع به چالش‌های خودم می‌نویسم از دهن یه عده آدمی که مثل من، آره احساس دیگه بیاد سراغم مطمئنا از احساس دیگه می‌نویسم. شاید دو روز دیگه خوشحال باشم و شاد و خندون اون موقع از شادی ها می‌نویسم. عاشق من چیزی که نتونم کاملا عمقش رو درک کنم ازش نمی‌نویسم، یه قول گنده یه واسه خودش درکش واسه خودش سخت. مذهب نه، من خیلی مذهبی نیستم، همه آدم های بزرگی بودن، اما خب اینکه بخوایم الان برگردیم به 2000 سال پیش که اصلا 20 سال پیش نیست، خدا رو قبول دارم همیشه انرژی قوی تر خودم رو قبول دارم که داره همه چی رو کنترل میکنه. من مادرم پزشکه، دارم مؤسس مخالفت که مسلمه، مثل همه خانواده ها کنم رفت جانه تو دعوای مخالفت کردن الان من خیلی هم پله ها رو کنتر برگیدون پیش رفته موزیکی چرا راضی نبودم، خیلی خوب دو سال خیلی راه رو رفتم. همیشه این قانون بوده کاری موندگار میشه یه حرف نوعی آورده باشه، یکم پر باشه، از اینم تو غم آوردم باشم، تنهاییشون مشکلات شادیهاشون با کسان دیگه باشن، ساپورت اجتماعی کنن، ساپورت فکری کنن، یه ذره عمیق‌تر نگاه کنن. فکر کنم پرورش من نام همین کار باشه، تشکر میکنم هر بیننده های از ایرانی جوان کلا ایرانی ها، امیدوارم هر کی هستن شاد باشن خوش باشن، چه تو ایران چه بیرون ایران. سلام علیکم، یک کلام